خیلی ممنون که برای گفتگو با ما به بی بی سی اومدی آیا دونالد ترامپ پیش از اعلام تصمیمش برای خروج سربازان آمریکایی از سوریه شما رو آگاه کرده بود هات بگوتن چی ببین؟ نه ما رو از تصمیمش برای خروج نیروهای آمریکا آگاه نکرد شخصیت های سیاسی و نظامی آمریکا هم از طریق رسانه ها از این تصمیم او باخبر شدند. ما می‌دونستیم بالاخره روزی آمریکایی ها اونجا را ترک خواهند کرد و تا ابد در سوریه نخواهند موند. اما برای ما زمان و شیوه خروج سربازان آمریکایی مهم بود. می با تدبیر صورت بگیره به خصوص زمانی که ما هنوز در جنگ با داعشیم. اختلافات جدی با کشورهای منطقه هنوز وجود داره و حل نشده است. همچنین در سایر نقاط سوریه اختلافات سیاسی حل نشده و درگیری ها ادامه داره. آقای ترامپ اول گفته بود که ظرف سه روز نیروهاش رو خارج میکنه که اعتراضات شدید رو در امریکا به دنبال داشت. دو ماه پیش دونالد ترامپ گفت داعش شکست خورد و پایان اون رو اعلام کرد. آیا داعش در سوریه شکست خورده؟ داعش نه نقدیه هین داعش شکست نخورده شبکه های تشکیلاتی داعش و القاعده در سوریه فعالن خیلی از امیران داعش که در رقه منبج و کوبانی با ما میجنگیدند به ترکیه فرار کردند اونجا سازماندهی شدن و در عملیات شاخه زیتون ترکیه علیه کردا شرکت کردند خیلی از اونا در افرین مستقر شدن. به همین جهت هم در شرق و هم در غرب رودخانه فرات فعالن. فعالیت های زیرزمینی دارن و خطر اونها جدیه. جناب بودی چند هفته؟ شما چند هفته در واشنگتن آمریکا بودی؟ با دونالد ترامپ دیداری داشتی؟ آیا درباره پیامدهای خروج سربازان آمریکایی با او حرف زدی؟ ما به عنوان نیروهای دموکراتیک سوریه جنگ بزرگی رو با داعش شروع کردیم شکست بزرگی رو هم به اونا تحمیل کردیم دستاوردهای بزرگی داشتیم رق پایتخت خلافت خودخوانده رو آزاد کردیم ما خواهان راه سیاسی برای تثبیت وضعیت منطقه تحت کنترل خودمون هستیم میخوایم الگوی استقرار برای سایر نقاط سوریه باشیم ما درباره چگونگی حفاظت از این مناطق و زمانت آینده این اقلیم گفتگو کردیم در دیدارتون دونالد به شما چی گفت؟ او فقط... گفت اون عاشق کرد است اما هیچ برنامه برای تزمین آینده ای کردا نداره اگه تو ملتی رو دوست داشته باشی باید مکانیزمی برای تامین امنیت اونها هم داشته باشی این مسئله مهمیه ترکیه بارها گفته نیروهای کرد مدافع خلق یه پگه بخشی از پگه کند گفته اگه شما منبج و سایر مناطق شرق رودخانه ی فرات رو ترک نکنی به شما حمله میکنه آیا شما با پککه در ارتباطی؟ یعنی پرسا هر این سوالیه که هر روز مطرح میشه ما چه نوع ارتباطی با پکک داریم باید پرسید چرا پکک تشکیل شد دولت ترکیه بیش از چهار هزار روستانشین ترکیه رو ویرون کرده بیش از هشت هزار فعال سیاسی و مدنی نگار رو زندانی کرده تنها کردها نیستن ترکا هم در زندانن بعد اونا هر کسی برای حقوق کردها مبارزه کنه رو تروریست میخونن. از این حربه برای سرکوب مخالفان و حسب رقیبانشون استفاده میکنن. ما آموزش و استراتژی مختص حزب خودمون رو داریم. پیکی یک حزب جداست و برنامه های متفاوتی داره. مبارزه اونها در جای دیگه ایه. اما ما در چارچوب سوریه فعالیت میکنیم برنامه ای ما سوریه و برای آینده سوریه مبارزه کنیم. اما به عنوان یک حزب کرد با تمام احزاب کرد در منطقه رابطه داریم همان که احزاب کرد عراق و ایران با ما ارتباط دارند هنگامی که داعش به کوبانی حمله کرد کردها از هر کجای جهان برای دفاع از کوبانی و مردم کوبانی به کمک ما آمدند این هم طبیعیه به عنوان مجلس دموکراتیک سوریه ما پروژه سوریه ای داریم ما با همه مردم سوریه، عرب، ترکمن، سوریانی و ارمنی و سنی و شیعه، مسیحی یا زرتشتی همه با هم به توافق رسیدیم. اتهام تروریسم علیه ما توسط ترکیه توجیهی برای اشغال خاک سوریه است. آیا از طرف شما به ترکیه حمله شده؟ چرا ترکی اینقدر از قدرت گرفتن شما نگرانه؟ حیا 2013 من در سال 2013 در آنکارا با مقامات وزارت خارجه ترکیه دیداری داشتم. خودشون اعتراف کردند که در مرزهای تحت کنترل کورتا هیچ حمله‌ای به ترکیه نشده. از ما سپاسگزاری هم کردند. اونها از ناامن بودن مناطق مختلف تحت کنترل ارتش آزاد و مخالفان سوری شکایت داشتند. اما امروز ترکا به بحانه های مختلف هر روز امنیت ما رو تهدید میکنن میخوان به ما حمله کنند. اونا بودند که در افرین به ما حمله کردن نه ما افرین شهر ماست وطنمونه اما امروز در اشغال ترکی است این شهر رو ویرون کردن دارن بافت جمعیتی و قومیتی اون رو عوض میکنن کردها رو بیرون کردند. عربها و ترکمنها رو جایگزین کردند. ما که به خاک ترکیه حمله نکردیم و شهرهای اونا رو اشغال نکردیم ما یک انسان ترک رو نکشتیم بر واجیو ام رو روی ایرشان هاتنه و ترکیه هرتم ایرش خدای سر به چما ترکیه چرا ترکیه این همه نگران های سوری است ترکیه نکوتن کرد سوری دترسه ترکیه نه تنها از های سوریه میترسه بلکه با همه های جهان هم مخالفه شما به کردستان عراق نگاه کنید. هنگامی که همه پرسی سال 2017 برگزار شد ببینید ترکیه چی کار کرد و چه تهدیدایی کرد. ترکیه حتی راضی نیست کردهای عراق که به اونا نزدیک هستند استقلال داشته باشند. ترکیه مخالف هر کردیه چه در آفریقا باشه چه در ایران. کرد حراسی ترکیه بسیار مزمنه. مبارزات کردها را تروریزم میخونن. بر همین اساس در همه ای انتخابات ها با این تبلیغات فعالان سیاسی کرد رو زندانی کنند و حق اشغال کشور دیگه ای رو به نام ترور به خودشون میدن در عراق این کارو کردن و سوریه هم دارن همین کارو میکنن مطمئنا در ایران هم اگه اتفاقی بیفته همین کارو خواهند کرد او سوریه دوساکری باور دکم سبدوس بالا ایرانه اگر ایران دشو ساکه. یعنی از سال 2013 هیچ رابطه دیپلماتیک بین شما و ترکیه نبوده؟ <applause> وقتی که مذاکرات صلح بین پکک و عبدالله اوجلان در زندان امرالی در جریان بود ترکیه با ما هم نشست و گفتگو داشت اما از آغاز درگیری ها در ترکیه و شکست مذاکرات صلح ارتباط ما با اونها قطع شده. به سوری راجی جردن دنا و دانستان دنا مسئله منبج ترکیه پشت... مسئله منبج ترکی میگه در سال 2016 پیش از حمله به منبج نمایندگانی از یپگه و آمریکا در پایگاه انجلیک ترکیه با مقامات ترک نشستی داشتند و به توافقهایی هم رسیدند ظاهرا شما متعهد شده بودی که پس از بیرون راندن داعش شهر رو ترک کنی اما ترکیه میگه شما هنوز اونجایید آیا همچون توافقی بوده توافق ترکیه که بله در اون توافق نمایندگان یپگه و نمایندگان مجلس نظامی منبج هم حضور داشتن این توافق انجام شد یه در عملیات آزادسازی منبج هم شرکت داشت اما پیش از اون مجلس نظامی منوچ وجود داشت یه اونجا نیست ترکیه میگه ما مجلس نظامی منبژ رو تأسیس کردیم و اونها هم باید شهر رو ترک کنن تا تندروهای اسلامی مورد حمایت ترکیه به اونجا برن. تمامی اعضای مجلس معدنی و نظامی منبج از اهالی این شهر سالوی داره هی گره که داخواز ایو چیه بو شما چه خواسته هایی برای آینده کردها داری؟ چه نوع حکومتی میخواید؟ از دولت سوریه چه میخوای؟ چه تا چیه؟ پروژه ما پروژه که سوریه در چرچفا سوریه گشتی ده ام دخوازن پرسکره که مافی گلان چار سر ببه پروژه ما پروژه سوریه میخواییم مطالبات ملت مختلف در چارچوب سوریه تحقق پیدا کنه مشکلات کردها و همچنین سایر خلقهای سوریه که از حق خود محرومن باید حل شه از لحاظ اقتصادی همه مردم سوریه در وضعیت ناگواری زندگی می کنند. ما خواهان سیستمی غیر متمرکز برای سوریه هستیم. می خواهیم اقلیم های مختلف خودگردان باشند. مثل خیلی از کشورهای دیگه مجالس محلی و ملی باشه. در سوریه هم باید چنین سیستمی اجرا بشه. سوریه کشوری بزرگ با قومیت ها، عقاید و زبان های مختلف سیستمی غیر متمرکز میخواد تا قدرت تنها در دست مرکز نباشه. در این چارچوب ما پروژه هایی داریم که با دولت های سوریه، روسیه و آمریکا مطرح کردیم. آلیان را را نیقاش را شما به همراه هیئتی چندین بار به دمشق رفتید آیا با بشار اسد دیداری داشتی؟ خواسته شما از دولت چه بود؟ کی نه ای عالی امنی بون، ای بون. دیدار ما با مقامات امنیتی سوریه بود. درباره خودگردانی با آنها حرف زدیم، اما تا حالا اونها خواسته های ما را قبول نکردند. برند بیادانی ما قبول قبول حکومت. حکومت سوریه قبول نکرد. واقعیت اینه که هنوز گفتگوی جدی با رژیم شروع نشده البته ممکنه های منطقه هم با خواسته ما مخالفت کنند هدف دولت سوریه کنترل کامل سوریه است این هدف اصلی اونها برای مذاکره است اما هدف اساسی ما همکاری با گروه های دیگه سوریه برای تغییر در کشوره میخوایم با توافق هم قانون اساسی و سیستم حکومتی رو عوض کنیم مبارزه ما تموم نشده نزدیک شدن ما به سوریه و گفتگو با آنها تصمیمی استراتژیکه واجیه نزیک بودن ما یک دو هندری سری چیه چهار سری چیه بر استراتژیکه نزیک بودن استراتژیکه لی ادی دمینه طرف چه قص جویرا وکیری به نه وکیری به لسر وید دمینه او شنانه مناطقی همچون رقه، دیر زور، منبج که در کنترل شماست درسته که ها هم اونجا هستند اما عرب ها بیشترند آیا شما پس از توافق با رژیم سوریه حاضرید این شهرها رو تحویل دولت بدید و اونجا رو ترک کنی؟ چی خوازن شنی وکو رقا؟ نها ماف و دموکراسی املسر هرمک عرب کردی نادینن ما خواهان دموکراسی بر اساس اقلیمی عربی یا کردی نیستیم. دموکراسی و حقوق بر اساس تکامل جغرافیایی مدنیه. اگه ساکنان اقلیمی کرد، عرب، ترکمن، آسوری یا ارمنی باشن اگه با هم توافق کنن که با هم زندگی کنن اونها میتونن یک اقلیم خودمختار تشکیل بدن و بخشی از سوریه باشن با تسلیم کردن این شهرها مشکل حل نمیشه نگاه کنین در آو و قوطه رو تسلیم دولت کردن خیلی جاهای دیگه هم تسلیم دولت شد اما مشکل حل نه ما میگیم نه تنها در شمال و شرق سوریه بلکه در مناطقی دیگه که ویژگی های خاص خودش رو داره میتونن اقلیم خود تشکیل بدن او به که دندری دکاره او... لگال روسی هیئتی جاقصه... از طرف شما با وزارت خارجه روسی هم دیدار کرد آیا روسیه از خواسته شما برای یک سیستم خودمختار حمایت میکنه آیا روسیه اون رو تضمین میکنه که روسیه پشتیوانی اکالو دا ایوا روسیه روسیه زمانی پیشنویس قانون اساسی آماده کرده بود که در اون مجلس محلی و ملی گنجونده شده بود برخی از مطالبات ما هم در اون دیده میشد اما در عمل چیزی عملی نشد روسیه حق کردها رو در چارچوبه حق استفاده از زبان کردی خلاصه کرد نه مطالبات دیگرشون البته که حق زبان مادری مهمه اما ما میخوایم روسیه نقشی برای دموکراتیزه کردن سوریه داشته باشه چون که خونهای زیادی در سوریه ریخته شده شهرها و روستاهای بسیاری ویران شدن شهروندان زیادی آواره شدن یا پناهندن ما میخوایم سیستمی جدید و دموکراتیک باشه نه اینکه سیستم کهنه رو وصل پینه کنیم و نگه داریم و صدها بر فره نزیک بون هبی کوام گشتی پرسکریکا سوری چار سر. علاقه ایوا رابطه شما کردها با روسیه چگونه است؟ دان استاندن یعنی مرتب آنها ملاقات و گفتگو داریم بله. دان استاندن هنن چرچه وگی واتر روسیه معلومه که روسیه به دنبال منفعت خود در سوریه است. آمریکایی ها هم همینطور. شما میخواید هم با روسیه باشی و هم با آمریکا هم با دولت سوریه گفتگو میکنی چگونه انتظار داری به اهدافتون برسی آیا این روابط برای آینده شما مشکل ساز نیست ما اهل سوریه ایم تنها اهل یک اقلیم نیستیم ما در مجلس دموکراتیک سوریه مردمانی از اون طرف آب هم داریم از لازقی بانیاز شام حلب و هما؟ قدرت هایی که در سوریه تعیین کننده هستند روسیه و آمریکان مجلس سوریه و... همچنین نیروهای اعتلاف که در جنگ با داعش شرکت دارند که در سوریه هستند ما به دنبال صلح آشتی بر اساس حقوق تمام خلق ها هستیم به همین جهت مذاکره با این قدرت ها واقعا مهمه باید به روسیه هم فشار آورده بشه تا اونها هم به دولت سوریه برای پیدا کردن راه حل سیاسی تلاش کنه. امروز روسیه مسئول دولت سوریه است و میتونه حکومت سوریه را عوض کنه. به همین جهت ارتباط با روسا برای ما اهمیت داره. ای گرینگ چار سریب چه شیوازی چی, چی ببه؟ جبویجی ام جیگره که به هر آلی را دنوا، ام وصا به هر آلی را دنوا هفته اخیرا در سوچی رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه درباره سوریه نشستی داشتند. برای اولین بار رئیس جمهوری ایران از حقوق کردهای سوریه سخن گفت آیا به باور شما ایران از اقلیم خودمختار چیزی که شما میخواید حمایت خواهد کرد؟ آیا نشانه هایی وجود داره؟ حمایت بکن؟ آیا نشانه هست؟ یعنی ایران سوریه دا, سوری دا به باندوره ایران کشوری با نفوذ در سوریه است که در حکومت هم نفوذ داره فکر نمیکنم هیچ کشوری مثل ایران در زمین سوریه قدرت داشته باشه برای حل مشکل کردها هر کسی حمایت کنه ما از اون استقبال میکنیم ترکیه هم حمایت کنه از اون هم استقبال میکنیم با حل مشکلات کردها مشکل همه سوریه حل نمیشه به همین جهت هم هست که مشکل مشکل همه سوری هاست و راه حل هم باید راه حلی سوری باشه. اگه ایران نقشی در حل مشکلات سوریه از راه آشتی داشته باشه و سوریه تمامیت ارزیش رو حفظ کنه، ما استقبال میکنیم. الان در افرین ترکیه دارن بافت جمعیتی رو عوض میکنن. ترکیه اونجا رو اشغال کرده. روسها، ایرانی ها و اعتلاف به رهبری آمریکا هم خوب از اون آگاهند. اما اونا به خاطر حفظ روابطشون با ترکیه و منافع خودشون سکوت کردن چون ترکیه عضو ناتو و غربی ها سکوت کردن اشغال افرین مسئله بسیار مهم برای کرداست هر کی بخواد راه حلی برای مسئله کردها پیدا کنه باید مشکل افرین را حل کنه گلک گرانه. برای تحقق خواسته هاتون شما هیچ ارتباطی با حکومت ایران داری؟ امزانن کو ایران لگل رژیم پرخورد دنوا تیکیلیاندانه وقت کو امجروس ایران به رژیم سوریه بسیار نزدیکه و روسیه هم همینطور اگه اونها راه حلی ارائه بدن بر اساس منافع دولت سوریه و حفظ بشار اسد خواهد بود. نو خدا وی چرچویدا نقاش ونش چیت بن از بارسک روسیه و ایران و ترکیه د بیژن ابیت او کمیته بو در سوچی روسیه، ترکیه و ایران خواهان راندازی فوری کمیته تدوین قانون اساسی سوریه شدند. قرار گروه های مختلف سوری در این کمیته باشند. آیا شما به این کمیته دعوت شده ای؟ آیا ایو دعوت کراون ایو نیونرتان هیه یعنی حیب نه 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 دعوت کرینه؟ تا حالا ما رو دعوت نکردند. هنوز مذاکرات و جلسات این کمیته هم تشکیل نشده سوالات زیادی درباره این کمیته وجود داره اگه ما در این کمیته نباشیم و یا اصرار نباشه که ما نباشیم مشکل حل نمیشه یعنی مشکل سوریه در یک سوم خاک این کشور که در کنترل ماست حل نخواهد شد برای همین هم حضور ما در نشست برای آینده سوریه ضروریه این کمیته هر تصمیمی بدون حضور ما بگیره اون را قبول نخواهیم کرد قبول جنکن یعنی جهیلی ما ما قبول علاقه لگل... رابطه شما با حکومت اقلیم کردستان به خصوص حزب دموکرات کردستان به رهبری آقای بارزانی چگونه است؟ آیا مرزهای شما با اقلیم کردستان بازه؟ چند سال پیش من برای سفر به کردستان سوریه مجبور شدم از راه قاچاق بیام آیا حالا رابطه بهتر شده؟ اوه اوه اوه؟ یعنی هر هرتم هنگو باش ببینم تلاش برای بهبود رابطه ادامه داره گهگاهی هم با دخالت های ترکیه رابطه به هم میخوره واقعا ترکیه نقش بسیار مخربی برای ایجاد تفرقه بین کردها داره اما حالا رابطه بهتر از گذشته است بلان زور ل بعضی از مطبوعات و مقامات حزب دموکرات کردستان و عراق بارها شما رو متهم کردند که اجازه فعالیت بی دیگر احزاب سیاسی نمیدید اجازه تجمع اعتراضی نمیدید اعضای اون رو زندانی میکنی آیا این واقعیت داره شما اجازه نمیدید احزاب سیاسی کرد که مسلح هم نیستند فعالیت کنند حزبی که دیگه لینا فعالیت بکنه وقتی <applause> که اداره خودگردان روژوا شروع به کار کرد ما با سایر احزاب مخالف کرد جمع شدیم هیئت نمایندگی ما ده نفر بود عرب ها، ترکمن ها، آسوری ها و کرد ها اعضای هیئت نمایندگی ما بودند. همه حضور داشتند به اونها گفتیم ما میخوایم با هم این منطقه را اداره و آباد کنیم وقتی به جایی رسیده بودیم که ادارات رو تشکیل بدیم و گام های مهمی رو برداریم به اونها دستور داده شد با ما همکاری نکنند. در اون موقع اطلاف چندین حزب بود که برخی از اونها به ترکیه نزدیک بودن و برخی دیگه به جاهای دیگه که من دقیقا نمیدونم از کمیته ها خارج شدن و همکاری رو قطع کردن. خودشون گفتن که اونها مشکلی دارن که نمیتونن اونها حل کنن و به ما گفتن ادامه بدیم. ما هم ادامه دادیم و این اداره خودگردان در رژاوا درست شد. قوانین احزاب و مطبوعات در اداره خودگردان رژوا وضع شد همه احزاب بایستی به قوانین احزاب احترام بگذارند باید حزبشون رو ثبت کنن و فعالیت قانونیشون رو شروع کنن اما اونا حاضر نشدن به این قوانین احترام بذارن و بدون رعایت قوانین فعالیتشون رو شروع کردن شما باید تعیین کنید دفتر شما کجاست و کجا فعالیت میکنید اگه درخواست شما برای تشکیل حزب رد شد، کمیته ای هست که میتونی به اونجا شکایت کنی. دادگاه عالی داریم، اما اونا ما رو قبول ندارن و مرتبا میگن که رهبران ما با رژیم بشار اسد ارتباط دارن بدون اینکه هیچ مدرکی ارائه بدن. به همین جهت هم هست که این احزاب که مجوز ندارن اجازه فعالیت نخواهند داشت. مسئله دیگه وضعیت حساس منطقه است یعنی تو ایده آستنگگی گوساکو اوان قدخن نظام چین دور تدن ماه لشار سالی رابر دوده در شار کوبانی و در جنگ چهار سالی شما باداش که در جنگ کوبانی به اوج رسید تلفات زیادی دادی این جنگ چه هزینه انسانی برای شما داشت؟ قیمت گینی بوبائوا. ما در جنگ با داعش حدود هشت هزار شهید دادیم در چهار سال گذشته بله درسته هزاران نفر هم مجروح شدن شماری از مجروحان ما در وضعیت جسمی بدی هستند. بعضی از اونا چشمشون رو از دست دادن بعضی دست و پا یا نخایشون قطع شده فلج شدن اگه اونا بتونن برای علاج به خارج منتقل بشن شاید وضعیت جسمی اونها بهبود پیدا کنه که بلکی یعنی ما تلاش زیادی برای انتقال اونها به خارج انجام دادیم کاری بسیار مشکله حتی کشورهای عضو ائتلاف هم حاضر نیستن به مجروحان ما کمک کنن شماری هم مجروح شیمیایی داریم تعداد کمی از کشورها همکاری کردند، اما اکثرا کمک نمی اما ایدن آلیکاری دوی زحمتی شمار زیادی از اعضای داعش در دست شماست. نیروهای دموکراتیک سوریه گفتند که اکثر اونا از شهروندان اروپایی هستند. زن و بچه های اونا هم با اونا هستند. یعنی وی حمله داوی بعد از حملات آزادسازی مناطق تحت کنترل داعش بیشتر از 800 تا 900 نفر از فرماندهان داعش رو دستگیر کردیم حدود 4000 هزار تا از زن و بچه های اونها الان در کمپ های ما هستند. الان هم که محاصره شدن این تعداد بیشتر هم شده اونها از 47 کشور مختلفند یعنی دنوان گرتیان چی؟ میخواید با اونا چیکار کنی؟ به کشورهاشون بازگردانده بشن؟ دانوستان دانوستان من لگل با بیشتر کشورهایی که این افراد تابعیت اونجا رو دارن ما نشستهایی داشتیم از اونها خواستیم شهروندانشون رو بازگردونن تا حالا هیچ کشوری حاضر نشده اونا رو قبول کنه اونا حتی حاضر نیستن مخارج نگهداری اونا رو پرداخت کنن یا به ما کمک کنن گلیس فاس گلیس فاس